متشکرم. سپاسگزارم. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان گرامی و بینندگان محترم. در آخرین شب پاییز با یک مسابقه مهیج میهمان نگاه مهربان شما هستیم. من و همه همکارانم در مسابقه برنده باش شب یلدا رو به شما شاد باش میگیم و از اینجا برای همه ایرانیان سراسر جهان آرزوی طولانی ترین شادی ها و ماندگارترین نیکی ها رو داریم. به برنامه خودتون، به برنده باش خوش آمدید. توی فرهنگ ایرانی چند شب در سال خیلی مهم هستن. از قدیم ما براشون رسم رسوم خاصی داشتیم، مثل شب یلدا که به شب چله هم میگن. همه ایرانی ها با شب یلدا خاطره دارن. شاید شکل و شمایل خونامون عوض شده باشه و دیگه شب یلدا رو دور کرسی نشینیم، اما هنوز هم سعی میکنیم اون شب رو هر طوری که شده با خانواده هامون دور هم جمع بشیم. هنوز هم شب یلدا بزرگترها فالحافظ میگیرن و به همون کادوی شب چله میدن. درسته که نواها کمتر شدن، اما مادر بزرگا هنوز هم واسه نواهاشون با عشق انار دون میکنن. همیشه آداب و رسوم کهن ما ایرانیان برای همه مردم دنیا جذاب بوده. ما میتونیم این فرهنگ زیبا رو به همه دنیا هدیه بدیم. برای باقی موندن فرهنگ ایرانیمون هممون باید به رسمامون احترام بذاریم، باهاشون زندگی کنیم تا فراموش نشن و نسل به نسل ادامه پیدا بکنن. خب به افتخار خودتون یه دست. خب یک راست میریم سراغ چهار شرکت کننده اصلی برنامه. رتبه چهارم اپلیکیشن برنده باش جناب آقای فرهاد واحدی فرد از شهر تهران. سومین نفر مسابقه این برنامه ما جناب آقای پوریا جمیل پناه از شهر کرمانشاه. رتبه دوم شرکت کنندگان این هفته جناب آقای شاهین حاتمی از شهر تهران. و اما نفر اول شرکت کنندگان این هفته این مسابقه اپلیکیشن برنده باش جناب آقای محمد صادق مصلح از شهر قم. برای رسیدن به هر هدفی یک مسیری هست. اگر هدف شما حرکت در برنامه برنده باشه و جایزه 200 میلیونی ماست، وقت رو از دست ندید. ستاره 710 مربع رو شماره گیری کنید و گزینه برنده باش رو انتخاب کنید و اپلیکیشن ما رو نصب کنید و این تازه شروعی برای برنده بودنه. به افتخار همه 710 یک دست بزنید. خیلی خوش اومد. حالا شما خب محمد جان لطفا خودتون رو معرفی کنید. به نام خدا، محمد صادق مصلح هستم از شهر قم. خوش اومدین. لطفا بفرمایید میزان تحصیلاتتون چیه؟ لیسانس دارم، لیسانس حساب داره. آرزوتون اینه که قهرمان اسکیت دنیا بشین. اسکیت کار میکنین؟ بلدین؟ بله، یه دو سالی از اسکیت رو شروع کردم. حرفه‌ای کار میکنین؟ دارم کم کم حرفه‌ایش میکنم، ولی خب دیر شروع کردم. ولی نامی چرا دستم. دیر شروع کردین فکر؟ اصلا به ورزش فکر نمیکنم، خیلی اتفاقی با ورزش اسکیت اتفاقی آشنا شده. بله. اسکی هم بلدی؟ نه، فقط اسکیت چهارچرخ. چهارچرخ. بله. خیلی خوشحالم میشنوم که بالاخره خب آدمی که دنبال ورزش نبوده هدفش قهرمانی اسکیت جهان باشه خیلی هدف بزرگی است. امیدوارم همینطور مراتب رو طی کنه. همراهتون کیه در سالن؟ خواهرم لطفاً تشریف آوردن. بله، خواهر محترم لطفاً میکروفون رو بگیرید. سلام عرض می‌کنم. خواهرم خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم خدمت شما. خسته نباشید. میگم به شما همه همکارتون که تو برنامه برنده باش زحمت میکشین. من معصومه مصلح هستم، خواهر آقا صادق. خیلی خوش اومده خانم.
صادق از محمد صادق نازنین در طول هفته میزان مطالعهشون چقدره حقیقتا؟ تقریبا هر هفته 2 تا 3 ساعت مطالعه رو داشتن، ولی خب این 2 هفته اخیر مطالعهشون بیشتر شده بود که بتونن از پس برنامه مسابقه سوالات تو چه زمینه مطالعه کردن در جریان این؟ اگر نه خودش توضیح بده که میزان افزایش مطالعهشون مربوط به چه زمینه خاصیه؟ بیشتر اطلاعات عمومی بود اونجوری که من اطلاع دارم. شما خودت بگو که تو چه زمینه‌ای تحقیق کردی؟ برای این مسابقه خب بیشتر روی اطلاعات عمومی و سوالی که مخصوص مسابقه ها هست کار کردم، ولی خب از قبلش چه کتابایی مطالعه کردین که مردم بدونن شما رتبه 1 مایید، مردم باشد. بدونن که شما الان اینجا حضور پیدا کردین، مطالعاتتون تو چه زمینه‌ای بیشتر؟ راستش کتاب یا جزوه خاصی نبوده، یه فیلد زمینه مشخصی رو می‌گرفتم و توی اینترنت بیشتر سرچ می‌کردم، اطلاعاتم می‌بردم بالا. بسیار خوب. سوال 1 از 15، سوال 1 میلیونی، بفرمید. خواهش میکنم. مرغ همسایه غاز است کنایه از چیست؟ گزینه 1، چیزی که دیگران دارن با ارزشتر است. 2، به داشتهای دیگران توجه کردن. 3، غاز داشتن مزیت است. ای بابا. 4، جای حیوان در خانه. این چه کاریه میکنیم؟ من این گزینه ها رو ببینم حذف میکنم بیرون. یعنی دوستان تا میام تو دوستان شیطنت میکنن. خب اینا هم کادوه دیگه. گزینه یک انتخاب آخرتون بفرم. جای حیوان در خانه نیست. این چه گزینه ای؟ متشکرم. سوال 2 از 15، سوال 2 میلیونی، بفرمایید. پرچم سازمان ملل چه رنگی است؟ گزینه 1 آبی، 2 سبز، 3 قرمز، 4 زرد. شک من بیشتر روی گزینه 1. گزینه 1 انتخاب آخر. بله بفرمایید. پرچم سازمان ملل از 1 نقشه جهان و 2 شاخه زیتون به نشونه صلح تشکیل شده. آفرین. سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی، بفرمایید. پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان کدام است؟ گزینه 1 ایران، 2 ترکیه، 3 اندونزی، 4 بنگلادش. خواهش میکنم 3 تا گزینه کمکی داری. شب یلدا رو گزینه 3 اندونزی انتخاب میکنم. انتخاب آخر شده. بفرمایید. خواهش میکنم. اندونزی با جمعیت بیش از 260 میلیون نفر چهارمین کشور پر جمعیت جهان هم است. 86% هم مسلمانن. آفرین. سوال 4 از 15، سوال 4 میلیونی، خواهش می‌کنم بفرمایید. بازار وکیل در کدام شهر است؟ گزینه 1 اصفهان، 2 شیراز، 3 مشهد، 4 یزد. گزینه 2 شیراز. انتخاب آخر بفرمایید. بازار وکیل از یادگارهای زیبای کریم خان زند. سوال بعدی سوال 5 از 15، نقطه امن اول ما، سوال 5 میلیونی، خواهش می‌کنم بفرمایید. کتاب زبور متعلق به کدام یک از پیامبران بوده است؟ گزینه 1 موسی علیه السلام، 2 نوح علیه السلام، 3 ابراهیم علیه السلام، 4 داوود علیه السلام. گزینه 4 حضرت داوود علیه السلام. انتخاب آخرشون گزینه 4 بفرمایید. به زبان عبری است و خداوند در 3 فصل زبور رو به حضرت داوود نازل کرد. آفرین. نقطه هم نه اول ما شب یلدا. شما برنامه بر خودتون دارین؟
حقیقتش من یه دو سال پیش یه پولی از داداش کوچیکم قرض گرفتم برای خریدن ماشین، نتونستم تا الان بهش پس بدم. چه عالی، 5 تومنش رفت. میکنم آره بهترین فرصت برای ادای دینم. جاده جاشم خالی کنم. آقا محمدرضا 11 سالشه، خیلی دوست داشت اینجا شرکت کنه، بین حضار باشه. ولی خب داداش دست راست زیر سر ما چجوریه؟ ولی خب نشد. جاشو خالی میکنم. چجوری پول ازش قرض کردی؟ واسه خودش پس انداز میکنه دیگه برای آیندهش. آره خیلی هم کمک هم کرد توی این مسابقه که بتونه من اینجا روبروی شما بشم. 11 سالشه. بله دستش هم درد نکنه. چه جوری 11 ساله چه جوری پس اندازش جوری بودی که به شما کمک کنه ماشین خریدین؟ 4 تا سکه من کمک کرد. اگه بخوام به اون نرخ اون سال حساب کنیم 1 میلیون هم اضافه میارم. ولی خب از اون سال بله الان 20 خود 20 خورده پول بدی برام. ولی خب آفرین به این رابطه برادری، آفرین به ممرزا، ممرزای عزیزم، باریکلا که انقدر هوای بردر بزرگ تو داشتی. کی بهت کمک کرد اینو؟ 2 سال پیش. 9 سالش بود؟ آره 9 سالش بود. آفرین. خب 5 تومنش رفت. آره کی قراره که خانواده جمع شین شب یلدا؟ 100% تولد مادرم شب یلدا. به به، مادر جون تولدتون مبارک. از همینجا تبریک میگیم بهشون. امیدوارم که شب یلدای بی‌نظیری دوره هم داشته باشین، چون ما هم قرار جمع شیم. خیلی هم دوستتون دارم. سوال 8 میلیونی، سوال 6 از 15 بفرمایید. 3 تا گزینه کمکی داریم. روده کور به کدام یک از اعضای بدن میگوین؟ گزینه 1 روده کوچک، 2 آپاندیس، گزینه 3 روده بزرگ، 4 لوزالمعده. بین گزینه 1 و 2 2 رو انتخاب میکنم، آپاندیس. انتخاب هرچون بفرم. داری به 20 میلیون نزدیک میشیم. عالیه. خواهش میکنم ازت. سه تا گزینه کمکی داری. بعد حذف نشی بگیری یا تو به من کمک نکردی. سوال 10 میلیونی، سوال 7 از 15 بفرمایید. اولین جنگنده که به طور کامل در ایران ساخته شده است چه نام دارد؟ گزینه 1 کوثر، 2 رعد، 3 قاهر، 4 صاعقه. سه تا گزینه کمکی دارید. میتونم از حذف گزینه‌ها استفاده کنم؟ لطفاً گزینه 50-50 اجازه بدید. اجازه بدید که گزینه 3 رو برام نگه دارید اگه اشکال نداره. براشون انار دون کنین بیارید. هندونه قاچ کرده. عزیزم اگه میشه بگیم گزینه 3 رو نگه داریم، دو تا گزینه دیگر قرار هست کنین. گزینه 50-50 رو الان پیشنهاد میکنم دیگه استفاده نکنین، چون این کار نمیکنن براشون. کاش نمیگفتی، احتمالی که این اتفاق بیفته بود. بله یعنی راه رو 50-50شون رو برگردونین. من پیشنهاد میکنم برای این از تماس تلفنی استفاده کنین. برادر نداری کسی رو؟ چرا دارم، ولی این سرچ پذیر نیست. چرا؟ خیلی هم ساده است. اولین جنگنده به طور کامل در ایران ساخته شد چه نام دارد؟ نمیاد؟ گوگل؟ گوگل کنید دوستان. چجوری باید کمکش؟ وقت نداری عشق من. هم حذف دو گزینه نمیشه انجام بده؟ میشه، لطفا دو گزینه یه غلط سوال رو برشون حذف کن. اینم کادو ما. گزینه 1 کوثر. گزینه 1 کوثر انتخاب خواهد شد. بفرم. این جنگنده در تاریخ 30 مرداد 1397 رونمایی شده. متشکرم ازتون. به هم زنده باشید. خب 10 میلیون تومن بردین تا الان. ادامه میدید؟
تماس تلفنی داره. آره دو تا گزینه دارم، فکر می‌کنم ادامه بدم بهتره. بله بفرمایید. سال 8-15 سال 15 میلیونی بفرمایید. محوطه باستانی هفت‌تپه در کدام شهر قرار دارد؟ گزینه 1 شوشتر، 2 دیر، 3 شوش، 4 گوتوند. از گزینه تماس تلفنی استفاده کنم. تماس تلفنی با کی باید برقرار بشود؟ با خانم احمدیه زندادشم. سرکا خانم احمدیه؟ بله. تحصیلاتشون چیه؟ لیسانس کشاورزی دارن. بفرمایید. تهرانن؟ بله تهران. سلام عرض میکنم سرکار خانم احمدیه، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش احوال شریف. خیلی ممنون، متشکرم. سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون. لحظه ای که ارتباط شما با محمد صادق برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنین. حاضرین؟ بله. خواهش میکنم بفرمایید. هفت‌تپه، هفت‌تپه در کدوم شهره؟ شوشتر، دیر، شوش، گتوند. هفت‌تپه گتوند، محوطه باستانی هفت‌تپه. محوطه باستانی هفت‌تپه، شوشتر، شوش، شوش یا شوشتر؟ شهر شوش. گزینه است. گزینه است. متشکرم. خیلی ممنون. یک محوطه باستانی در استان خوزستان که در 15 کیلومتری شوش واقع شده، از تمدن ایلامم به جا مونده برم. خب 15 میلیون بردی. ببین یعنی میتونی با محمد رضا یک گپی بزنی بگی داداش خب به هر حال اون موقع سکه بوده یه تومن، الان انقدر 15 تومن رو بدی بهش. خودش گفته به همون قیمت حساب میکنه، به همون قیمت. من باشم روش همون مبلغ میذارم، 8 میلیون بهش میدم. 7 میلیون. آره 7 میلیونم ور میدونم، شب یلدارم تا دیر نشده میدونم، میرم با خانواده. چطور نظرت؟ گزینه اکثریت هم مونده، چیکار کنیم؟ گزینه هزارم مونده، هزارم میخوان زودتر تموم شه برن. پس ما هم میریم. ببین بعد نگی میبردم داستان و اینا. سخت سوال. سوالامو رو به سختی داره میره. به بازی 5 میلیون بردی، یعنی باز الان 15 میلیون بردی. خوبه همین 15 میلیون. نظرتون میخوای یه مشورت با خواهر محترمتون بکنیم؟ یه گزینه داری هنوز ولی یه گزینه دارن، ببرن میشه 20 میلیون، ببازن میشه 5 میلیون. یعنی ببرن 5 میلیون اضافه میبرن، ببازن 10 میلیون. به هر حال گزینه هزار رو داری، اینم بهت بگم یه وقت میتونی جواب بدی. خودت میدونی من جای شما بودم انصراف میدادم. یه سوال ادامه ندم؟ موافقم، چرا که نه؟ به هر حال شرایط اینجاست که شما معلومات خودت هم محک بزنی، خواهرتون هم پیشنهاد میکنن ادامه بدین. یه سوال دیگه ادامه ندم؟ بله خواهش میکنم. سوال 9-15 سوال 20 میلیونی بفرمایید. کدام رمان به موضوع تبعیض نژادی میپردازد؟ انار و اینا. گزینه 1 کلبه عموتام، گود مورنینگ. گزینه 2 بینوایان، 3 مزرعه پدری، 4 دون کیشوت. گزینه 1 کلبه عموتام. به افتخار دست. ادامه میدین؟ 20 میلیون بردی. خود نقطه امن 25 میلیون هم خیلی وسوسه انگیزه. وسوسه انگیزه، خودت میدونی. من دوست ندارم که ناراحتی تو چشمای شما ببینم بعدش. انصراف تو چشمای ممرزان بعدن خونه. اگه فکر میکنی 20 تومن بردی برادر، خودت میدونی. خوبه 20 تومن هم خوبه. جان میخوای یه مشورت دیگه هم بگی؟ یه مشورت دیگه. خواهر محترم میگه گزینه هنوز هست چیکار کنیم؟ نمیدونم. شد. جمعیت بفرمایید انصراف بده، اگه انصراف بده دست بزنید.
اگر ادامه بده دست بزنید. نرمال الان تصمیم با خودت. این عمدن گفتم دومیان بزنن که بعدا نگی. انصراف میدم. به افتخارش. از قدیم ما گفتن زیاده روی تو هر چیزی بده و لذت اون کار از بین میبره. معمولا تو مهمونی‌ها یا مناسبت‌ها دیده شدن افرادی که وقتی چشمشون به میوه و تنقلات میخوره کمی دچار حواس پرتی میشن و وقتی به خودشون میان که دیگه کار از کار گذشته، در حالی که دارن به خودشون میپیچن دنبال قرص معده میگردن. بعضی از این دوستان که دیگه حرفه‌ای هم شدن همیشه یه شیشه عرق نعنا همراه شونه که تو اینجور مواقع زیاد بهشون سخت نگذره. حالا فکر کنی که شما آجیل دوست دارین، یا میگن که شگون داره که شب یلدا باید هندونه بخوری. دیگه داداش نباید جون خودتو که به خطر بندازی. عزیز من یکم تمرکز کن، خودتو کنترل کن، میتونی شب یلدای بهتری رو داشته باشی. خب چه کاری میکنی؟ به افتخار همه شب یلدای دست بده. همیشه وقتی توی مسیری تنها میستیم لذت اون مسیر چند برابر میشه و تو برنده باش ما این فرصت رو ما براتون مهیا کردیم. تو بخش دعوت از دوستانتون رو میتونیم با خودتون همراه کنیم. 20 تا سوال ما به شما میدیم، 10 تا سوال هم به دوستتون هدیه میدیم. اینجوری مسیر براتون لذت بخشتره، به من اعتماد کنیم. به افتخار همه 710 و همه دوستانتون یه دست بدن. خب میریم سراغ شرکت کننده دوم این هفته، جناب آقای شاهین حاتمی. خیلی خوش اومدید. در بار دوم من شما رو میگم. بفهمید. به نام خدا، شاهین حاتمی هستم، از سران در خدمت شما. خوش اومدید. ممنونم. برای بار دومت هست؟ بله. دفعه اول رتبتون چی بود؟ رتبه اول بودم. نفر اول ما بودم. بله. چقدر جایزه بردین سری قبل؟ هیچی. دست خالی رفتی؟ بله. خب هول شدی، عجله کردی، گزینات رو استفاده نکردی؟ بله. الان لطفاً عجله نکنید. زبان رسمی اتریشی‌ها کدام است؟ گزینه یک آلمانی، دو اسپانیایی، سه انگلیسی، چهار ایتالیایی. دو تا گزینه کمکی دارید. اتریش آلمانی معقول ترین گزینه است، ولی شاید جان دو تا گزینه کمکی دارید. 50-50 رو استفاده می‌کنم. گزینه 50-50. لطفاً دو تا گزینه غلط سوال رو براشون حذف کن. هلو. انگلیسی. گزینه 3 انتخاب آخر. بفرمایید. بفرمایید که چقدر وقت گذاشتی برای این سری؟ این سری راحت تر بود یا سری قبل؟ سری قبل راحت تر بود، چون الان اپلیکیشن با یه گوشی فقط میشه وصل شد، دیگه کسی نمیتونه کمک کنه. این به هر حال یه شرایط جدیدی است و اینکه ما مخاطبینمون بیشتر شدن، شرکت کننده ها بیشتر شدن، رقابت سخت‌تر شده. ولی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم. همراهتون تو سالن کیه؟ دوستانم هستن، آقای شمس، آقای امیدوار، آقای احمدی، آقای... چند نفر از دوستان شما؟ 6 نفر هستن. بله خب، اقوام؟ نه 6 نفر از دوستان. لطفا یه نفر به نمایندگی میکروفون رو بگیره. محمدی هستم. جامعه محمدی. بله.
بفرمایید که ایشون میزان مطالعهشون چقدر؟ شاهین عزیز آقا شاهین از دوستان گل ما هستن. من قبل از هر چیزی شب یلدا رو خدمت به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم. بعد اینکه هفته دو ساعت رو مطالعه دارن و از شما تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون که باعث شدید مطالعه هفتگیشون و کلا مطالعات هممون بیشتر بشه. خدا رو شکر، نمیدونی برای من چقدر لذت بخشه این جملات. خب شاهین دقت کن، سوالی یک از 15، سوالی یک میلیونی بفرمایید. خواهش میکنم. در حوضی که ماهی نیست قورباغه سپهسالاره، کنایه از چیست؟ گزینه یک، ماهی و قورباغه خود ناسازگارن. گزینه دو، در دست گرفتن امور توسط افراد نالایق. سه، سپردن امور به افراد لایق. چهار، بعد از ماهی قورباغه همه کارن. من هم گزینه دو جواب میشه. گزینه دو انتخاب آخر. چهار نیست، بعد ماهی قورباغه همه کار نیست. چه گزینه هاییه؟ بکنم دوستان سوال اول همه رو آره تفریح میکنن روش و بخوان لبخند بیاد به خونه همه. چون یه ضرب المثل میشه بر ما بگیم یه دونه؟ سالی که نکوس از بهارش پیداست. یعنی چی؟ یعنی اول هر چیزی خوب پیش بره تا آخرش میتونه اون موضوع سرانجام خوبی داشته باشه. بفرمایید یه دست برش بزنید. خب سوال دو از 15 بفرمایید. بابا طاهر اهل کدام شهر بود؟ گزینه یک همدان، دو نیشابور، سه اصفهان، چهار شیراز. گزینه یک همدان. بفرم. عارف شاعر ایرانی تباره و دو بیتی سرام که اوایل قرن 4 و 5 بکنم، درست میگم؟ بله. خب سوال 3 از 15، سه تا گزینه کمکی دارید شاهین جان؟ خواهش می‌کنم دقت کنید. بفرمایید. سرزمین آبشارها لقب کدام استان است؟ گزینه 1 مازندران، 2 لرستان، 3 گیلان، 4 چهار محل بختیاری. گزینه دو لرستان. دو لرستان انتخاب آخر شده. بفهم. بیش از 50 تا آبشار کوچک و بزرگ در استان لرستان قرار داره. چقدر جذاب و زیباست واقعا. سوال 4 از 15 بفرمایید. کدام حیوان قادر به دیدن آسمان نیست؟ گزینه 1 کرگدن، 2 بوفالو، 3 خوک، 4 شتر. گزینه 3 خوک. خوک انتخاب آخر. بفرمایید. چرا خوک انتخاب کردید؟ چرا خوک انتخاب کردیم؟ خونده بودم این سوال. خونده بودم. بله. بله. خوک به دلیل داشتن گردن کلفتی که داره قادر به بالا گرفتن یا چرخوندن راحت سرش نیست. به هر حال. سوال 5 از 15، سوال 5 میلیونی بفرمایید. بزرگترین جزیره ایران کدام است؟ کدام است؟ قشم. قشم. گزینه 1 کیش، 2 ابو موسا، 3 هنگام، 4 قشم. گزینه 4 انتخاب آخر. بفرمایید.
5 میلیون مبارکتون باشه. ممنون. برنامه ریزی داریم براش؟ دوست دارم یه کار جدید شروع کنم. یه رنگی من تقریبا اختراع کردم برای چاپ لباس. برای چاپ لباسه. چالی. بعد میخوام بتونم اگه یه سرمایه گذاری اولیه داشته باشم واسه اون کار. اگه خدا بخواد. چی کار میکنه این رنگ روی لباس؟ این رنگ تحت هیچ شرایطی، چون رنگای چاپ معمولا ترک میخوره و میره بعد، این تحت هیچ عنوانی، یعنی اگه پارچه هم تجزیه بشه رنگ تجزیه نمیشه. چه عالی. احترام علی خودتون. بله. حالا 5 میلیون امیدوارم که کافی باشه، اگرم نه که جوابگو باشه با هم یه همکاری خواهیم کرد. سوال 6 از 15، سوال 8 میلیونی بفرمایید. خواهش می‌کنم. یکی از رشته‌های قایقرانی که با قایق‌های پارویی کانو یا کایاک در آب‌های خروشان با سرعت بالا انجام می‌شود چه نام دارد؟ 1 قایقرانی اسلالوم، 2 قایقرانی بادبانی، 3 قایقرانی کانوپولو، 4 قایقرانی روینگ. سه تا گزینه کمکی داریم. حدسی نگی یا وقتش نیست. به نظرتون از کدوم یکیش هست؟ من شک راست دارم به گزینه سه، ولی میخوام. من فکر کنم که به چی شک دارین؟ به گزینه سه. سه شک دارم. من فکر کنم که 50-50 کمکشون نمی کنه، چون تلفنی رو میخوای استفاده کنیم وقتش. تلفنی. آره طولانیه، ولی خب دستش تنده کسی که پای تلفنه. زبونی سرچ میکنه با گوگل کلامی. من بلد نیستم. باشه میریم ببینیم جواب میده زبونی. خب تماس تلفنی با کیا؟ آقای زهری. آقای زهری. زهری. بله. آقای زهری کجان؟ همین تهران. تهران. بله. میزان تحصیلات آقای زهری چیه؟ لیسانس صنایع هستن. صنایع. باشه. بله. جناب زهری سلام، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش احوال شریف. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. شما حالتون خوبه؟ خداش. شب یلداتون به خیر باشه. خواهش میکنم. مرسی. قربان. از لحظه که ارتباط شما برقرار میشه با شاهین عزیز 30 ثانیه وقت دارین شاهین رو کمک کن. بله. یکی از رشته های قایقرانی که با قایق های پارویی کانو یا کایاک در آب های خروشان با سرعت بالا انجام می شود. قایقرانی با سرعت یکی. بالا چی؟ قایقرانی با سرعت, با سرعت بالا تو آب های خروشان. در آب های خروشان. 12 ثانیه. گزینه ها رو بخون براش. قایقرانی اسلالوم، قایقرانی بادبانی، قایقرانی کانوپولو، قایقرانی روینگ. 5 ثانیه. بادبانی. مرسی. اشو گفت. گفتی با چی سرچ میکنه؟ با زبون. بگو دیگه این کار من. آره اینم من خواهش میکنم به کسی دیگه توصیه نکن. آره. خب 50-50 رو بریم. آره دیگه الان باید جواب بده. بده یه ذره باهوش باشی. بفرم. Good morning. نه به اون گزینه هایی که میذارین تو سوال 1 برای بس رفتن موش به سوراخ جارو گنده نبندین، نه به این که کمک نمی کنین دوستان اینجا. بوینگ به نظرم. نه استالوم، قایقرانی استالوم. گزینه آخرتون اعلام کنید. گزینه 1 قایقرانی استالوم. انتخاب آخرتون استالوم. بفرم. یه گزینه هزار رو داری، 8 میلیون بردی. ادامه نمیدم. 8 میلیون بردی. بله. آره میشه که چون مسابقه قبلی هم بل. دست خالی دست. رفتی. میگم اگر جواب ندی 5 تومن میبری.
8 میلیون هست نظر تنصراف فیلی ادامه بدید. انصراف میدم. مطمئنی؟ بله. من تأثیری نداشته باشم. نه. آماده این؟ افتخار. میدونید که شب یلدا طولانی ترین شب سال هست. بعضی از این یک دقیقه اضافه نهایت استفادهشون رو میکنن. دقیقا به همین میزان در فضای مجازی آنلاین میمونن. یعنی اگر شبهای قبل تا ساعت 1 بامداد تو فضای مجازی فعال بودن، به مناسبت شب یلدا تا ساعت 1:01 فعالیت میکنن. زمانی که همه دوره هم نشستن و گل میگن و گل میشنون، این عزیزان تو فضای مجازی همش داره برای بقیه تبریک شب یلدا میفرسته، یا جوک جدید رو میخونه یا منتشر میکنه، همش حواسش به این گوش. به طور کلی اینطور افراد فراموش کردن اتفاقات واقعی خارج از فضای مجازی میفته، کاملا بی توجه به اطرافشون کار خودشون دارن انجام. آقا من سوالم اینه، قبلا که فضای مجازی وجود نداشت آدم ها چجوری به هم تبریک میگفتن؟ دقت کنین امسال بیایم برای امتحانم که شده شب یلدا رو بدون فضای مجازی امتحانش کنیم. همین الان، یعنی الان هم فرصتی نیست، همین الان بلند شو، بلند شو برو خونه اقوام اگر نیستی اونجا، بلند شو اگر تو خونه اقوامی همین الان گوشی تو بذار کنار، برو دست پدر مادر تو همین الان ببوس، بهشون عشق و محبت بده، ازشون عشق و محبت بگیر. بفرمایید. قبلترم گفتم که چجوری برنامه رو نصب کنید، با همون 3x710 مربع. حالا الان وقت اینه که فعال و فعالتر بشین و امتیازاتون افزایش بدین، چون اصلی ترین راه رسیدن به این جایزه 200 میلیونی فقط و فقط تلاش شخص شماست. شروع کنید به بالا بردن اطلاعات عمومی خودتون و تا میتونید تو اپلیکیشن ما فعال باشید. خیلی زود نوبتتون میرسه که اینجا باشید. همتون رو میبینم. بفرمایید. و اما شرکت کننده سوم این هفته جناب آقای پوریا جمیل پناه. خیلی خوش اومد. متشکرم. سلام. خوش اومد. زنده باشید. خواهش می‌کنم. آقا پوریا خیلی خوش اومد. متشکرم. خودتون معرفی. الهی با امید تو. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای گلزار، خدمت تمام حضار و بینندگان عزیز. پوریا جمیل پناه هستم از کرمانشاه، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید میزان تحصیلاتتون. من لیسانس اقتصاد دارم از دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه آزادی کرمانشاه. شغلتون چیه؟ حسابدار و فروشنده. همراهتون تو سالون کی هستن؟ خانومم هستن به همراه دخترم. من همسرتون و به همراه بله. دخترم محترم. بله. لطفا یه نفر میکروفون رو بگیره. سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید. سلام خدمت شما حضار گرامی، شب یلدارم تبریک میگم، در خدمتتون هستم. متشکرم. بفرمایید که میزان مطالعهشون چقدر در طول هفته؟ به خاطر مشغله کاری فقط از طریق اینترنت و تلفن همراهشونه. میزانش چقدر؟ یعنی در طول هفته چند ساعت مطالعه آزاد دارن مربوط به کارشون نباشه؟ چون بیشتر وقتش سر کاره دیگه، همونجا مطالعه میکنه. خوبه. ساعت نمیگیم به ما چند ساعت در طول هست؟ یه ساعت، دو ساعت، چند ساعت؟ دقت نکردی؟ دقت نکردم. باشه، اشکالی نداره. به نظرتون نقطه هم اول ما میرسن؟
با توکل بر خدا انشالله. شما خودت بگو در طول هفته چند ساعت مطالعه میکنی؟ حالا به شرایط کاریم، یه هفته هست بالاخره مثلا میبینی امکان داره شرایط کاریم خوب باشه، وضع بازار خوب باشه، تفره میدید. بعد بگی چند ساعت در طول هفته؟ شاید دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، یه ساعت تا هفت ساعت مثلا. من یک ساعت بیشتر مطمئن. خب بفرمایید چقدر مطالعه میکنی؟ شاید هولوش در طول مثلا در طول هفته دو ساعت در. دو ساعت به بالا. خب خوبه. بله امیدوارم که به نقطه امن اول ما برسیم. سوال یک از 15 بفرمایید. اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شد متعلق به کدام سوره بود؟ گزینه یک علق، دو فلق، سه توحید، چهار ناس. گزینه یک علق. سوره علق گزینه یک بفهم. زنده باد. سوال دو از 15 بفرمایید. پهناورترین کشور جهان کدام است؟ گزینه یک آمریکا، دو روسیه، سه چین، چهار کانادا. کنم گزینه دو روسیه. انتخاب آخر شد. دوستان سکوت کنید لطفا. روسیه با 14 تا کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی داره. پهناورترینه. خواهش میکنم اگر بلد نیستین پوریا جان جواب سوالی رو با آرامش بیشتری از گزینه‌هاتون استفاده کنید. سوال 3 از 15، سوال 3 میلیونی بفرمایید. ورزش سگانه شامل کدام رشته ها میباشد؟ گزینه 1 تیراندازی، شنا سوارکاری، 2 دو چرخ سواری شنا دو میدانی، سه دو میدانی شنا تیراندازی، چهار دو میدانی سوارکاری تیراندازی. فکر میکنم گزینه دو، دو چرخ سواری شنا و دو میدانی. انتخاب آخر بفرمایید. ورزش سگانه از سال 2000 هم برای مردان هم برای زنان وارد المپیک شده. آفرین. سوال 4 از 15، سوال 4 میلیونی بفرمایید. کتاب لباب الالباب از کیست؟ گزینه 1 دولتشاه سمرقندی، 2 ابو اسحاق نیشابوری، 3 محمد اوفی، 4 غلام حسین یوسف. تا گزینه کمکی داری بعد اگه اجازه بدین از گزینه تلفنی تماس تلفنی با کی باید برم؟ آقای بهمن رستاخیز. آقای بهمن رستاخیز. آقای رستاخیز بله. میزان تحصیلاتشون چیه؟ ایشون کارشناسی ارشد زبان شناسی دارن. خیلی عالی. به نظرم بهترین گزینه برای این سوال که سوال سختی هم نیست تماس تلفنی، خیلی راحت میتونن جواب بدن. در جریان هم بله. الو جناب رستاخی سلام عرض میکنم، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. احوال شما خوبه؟ ممنون، متشکر. شبتون بخیر، شب یلداتون مبارک. لطف دارید، شب یلداتون مبارک. از لحظه که ارتباط شما با پوریای عزیز برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنین. حاضرین؟ بله در خدمت. خواهش میکنم بفرمایید. سلام. کتاب لباب الالباب از کیست؟ دولتشاه سمرقندی، ابو اسحاق نیشابوری، محمد اوفی، غلام حسین یوسفی. محمد اوفی.
اوفی. آقای اوفی. اوفی. بله. گزینه سه انتخاب آخر بفرمایید. تاریخ نگار، زندگی نام نویس، مترجم و ادیب خراسانی محمد اوفی لباب الالباب. آفرین. سال 5 از 15، سال 5 میلیونی، نقطه امن اول ما. بفرمایید. هر 36 اینچ معادل کدام یک از گزینه هاست؟ گزینه 1 یارد، 2 پا، 3 متر، 4 سانتی متر. هر 36 اینچ. چه از گزینه 50-50 هم استفاده بله. کنم؟ بله، دو تا گزینه غلط سوال رو لطفاً براشون حذف کنید. گزینه 50-50. خیلی ساده شد. الان بین چی و چی شک داریم شما؟ گزینه 36 اینچ؟ گزینه 3. متر انتخاب آخر شده؟ بفرم. هر 36 اینچ یک متره؟ اینچ ندیدیم؟ چرا؟ عجله کردی، هول شدیم. در هر حال همین که شما رتبه سوم مسابقه ما هستین یعنی که معلومات عمومی خوبی دارین، اینجا آدم هول میشه. منتظرتم که دوباره پرقدرت ببینمت که بتونی جوایز بیشتری از ما ببری. مرسی. بیاین کمی بیشتر فکر کنیم. شب یلدا هم مثل همه رسم و آیین‌هایی که از گذشته به ما رسیدن پر از حکمت. توی این شب ما دور هم جمع میشیم تا فراموش نکنیم که یک خانواده ایم و پشت همو خالی نمی کنیم. شاهنامه میخونیم تا یادمون نره که کی هستیم، اصالتمون چیه، کجا داریم زندگی میکنیم و در قبال وطنمون چه وظایفی داریم ما. بزرگترها برامون فال حافظ میگیرن تا برامون حرف خیر بزنن، به همون امید و انگیزه میدن. قدر این همه محبت و امید رو بدونیم و به این شب و آدمهاش همیشه باید احترام بذاریم. ضمناً باید مراقب باشیم جای شبها و آینهای قشنگ ایرانیمون رو به جشنایی ندیم که هیچ گونه ربطی به فرهنگ کهن ما ندارد. به افتخار ایران عزیزمون یک دست بزنیم. خب یک راست میدیم سراغ چهارمی نفر مسابقه بزرگ اپلیکیشن برنده باش، جناب آقای فرهاد واحدی فر. به به آقا فرهاد. بله مخلص، خیلی خوش اومدید. بفرمایید. آقا فرهاد لطفاً خودتون رو معرفی کنید. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حضار محترم. خسته نباشید. فرهاد واحدی فرد هستم، 36 ساله از تهران. ما مجدداً شما رو یک بارم مزاحم شما شدم. بله، دفعه قبل رتبتون چی بود؟ رتبه‌ام اول بود، منتها سال سوم شما فرمودین استفاده از کمک‌ها، من متأسفانه استفاده نکردم. هول شدید. مطمئنم امروز دیگه اون اشتباه رو نخواهید کرد. کدام ورزش رزمی در المپیک حضور ندارد؟ گزینه 1 جودو، 2 کاراته، 3 تکواندو، 4 بوکس.
خواهش میکنم فراد اگر نمیدونی جواب سوال هست، سه تا گزینه کمکیت استفاده کن. گزینه 4 بوکس. انتخاب آخرتونه. بله. گزینه 4 انتخاب کردم، بفرمایید. الان آرامش دارید آقا فرهاد؟ بله. میزان تحصیلاتتون گفتید چیه؟ من کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت هستم. مدیریت ساخت. همراهتون کیه تو سالن؟ همراهم پدر و مادر عزیزم، خواهر بزرگم. به افتخار پدر و مادر، ولی یه دست بزنید. خواهر بزرگ و خواهرزاده. و خواهرزاده. پدر محترم لطفا میکروفونو بگیرن. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار محترم و عرض خسته نباشید میگم، در خدمتون هستم. جناب وایدی فر، میزان مطالعه فرها در طول هفته چقدر؟ صادقانه بخوام عرض کنم مطالعهش زیاده، ولی اخیراً به خاطر همین برنامه فوق العاده دیگه بیشتر شده. مطالعهش خوشحالم ازم. امیدوارم که به نقطه امن اول ما برسن. پسرتون ریسک پذیر وار آوردین؟ حتما ان شاء الله. اینجوری هست. خودت فراد ریسک پذیری؟ فراوون. امیدوارم. سال یک از 15، سال یک میلیونی بفرمایید. باد به غبغب انداختن کنایه از چیست؟ گزینه یک تکبر، دو تدبر، سه ترخوری، چهار تفقد. گزینه یک تکبر. انتخاب آخر بفرمایید. سال دو از 15، سال دو میلیونی بفرمایید. حمزه سید الشهدا، عموی بزرگوار پیامبر اسلام، در کدام جنگ به شهادت رسید؟ میدونید؟ گزینه یک بعد، دو صفین، سه احد، چهار خیبر. گزینه سه احد. جنگ احد. بفرمایید. سال سه از 15، سال سه میلیونی بفرمایید. سرزمین الماس لقب کدام کشور است؟ گزینه یک آفریقای جنوبی، دو آرژانتین، سه برزیل، چهار شیلی. سه تا گزینه کمکی داریم، نریم تو اون داستان. اگر میدانید خواهش میکنم. گزینه یک آفریقای جنوبی. انتخاب آخر. بفرمایید. وجود کوههایی که تو دل خودشون الماسای فراوانی دارن باعث شده که لقب سرزمین الماس رو به این کشور بدن. سال 4 از 15، سال 4 میلیونی بفهمید خواهش می‌کنم. روح الامین لقب کیست؟ گزینه 1 میکائیل، 2 جبرائیل، 3 عزرائیل، 4 اسرافیل. خیلی ساده است. بله. گزینه 2 جبرائیل. انتخاب آخر. بله. بفهمید. روح نام جبرئیل و امین صفت اوست، روح الامین. سوال 5 از 15، نقطه امن اول ما، سوال 5 میلیونی خواهش میکنم بفرمایید. ورزش ترکیبی از گلف و چوگان که ابتدا در جنوب شرقی آسیا و کشور تایوان شکل گرفته است چه نام دارد؟ گزینه 1 پینتبال، 2 پارکور، 3 سپک تاکرا، 4 وودبال. سه تا گزینه کمکی هم داری؟ بین الان خیلی ساده است. اون گزینه‌ای که میدونی نیست کدوماست؟ قطعا سپک تاکرا نیست. پینتبال. من گزینه 4 شک دارم. انتخاب آخر بفرمایید.
بین 4 و 6 شک داشتی دیگه... پارکور نشنیدی چیه؟ پنکال نمیدید چشمتون ترسیده در دهه های اخیر در جنوب شرق آسیا و کشور تایوانی وضع شکل گرفت. 5 میلیون مورد نقطه امن اول ماست. دست خالی بیرون نمیرین، آرامشتون رو بیشتر حفظ کنید. لطفا بفرمایید که برای این 5 میلیون چه برنامه ریزی دارید. اول از همه که 10% از این مبلغ رو اختصاص دادم به طرح برنامه شما پویش هموطن. بله آقای گوزا، من دیروز تولد 4 سالگی پسرم بود. امیر مهراد عزیزم، میدونم با خانواده دارین برنامه ما رو میبینین، تولدتون مبارک. سلامت باشید. از اینجا به افتخار امیر مهراد یه دست بزنید. به علت شرکت در این مسابقه و برنامه کاریم از دیروز من امیر مهراد ندیدم، یعنی بعد از این مسابقه مستقیم میرم براش. چقدر لذت و انشالله که پدر جان خاطره جذابی از نوتون امیر مهراد داری برای ما بگی، از به دنیا آمدنش. از به دنیا اومدنش که خودش یه خاطره بسیار بسیار از شب یلدا خوب. اگه چیزی من دوست دارم که شب یلدا هم هست مردم نازنین ما بشنون. خاطره جذابی دارین ندارین؟ هم اشکال از شب یلدا بله دیگه، در حال شب یلدا یه شب بسیار خاصیه برای همه اونایی که این مراسم ها رو به اصطلاح بهش اعتقاد دارن و احترام میذارن. بزرگترا به هر حال اصولا جمع میشد این شب یلدای قبلی دور هم. بله خب خیلی عالی، بچه‌ها همیشه در کنار ما هستن و یکی از شب‌های خوب طول سال هست. عالی باشه، به افتخار همه خانواده‌های ایرانی ما یک دست. خب فرهاد آماده؟ بله. سوال 6 از 15، سوال 8 میلیونی بفرمایید. آبشار سنگان در کدام استان قرار دارد؟ گزینه 1 مازندران، 2 تهران، 3 کردستان، 4 لرستان. از حزب دو گزینه بعد شک دارم، اما دو تا گزینه غلط شد استان برشون هست. گزینه 50-50 رو انتخاب کردن. دو تا گزینه غلط سوال رو حذف کنین. گزینه 2 تهران. خواهش می‌کنم بفهم. 2 انتخاب آخر شد. در نزدیک روستای سنگان در فاصله 20 کیلومتری شمال غرب تهران قرار داره. آفرین. خب 8 میلیون بردی. تماس تلفنی هم داریم. خواهش می‌کنم که ادامه اگر میدید از گزینه تماس تلفنتون استفاده کنید، مبلغ بیشتری ببرید. سوال 10 میلیونی، سوال 7 از 15 بفرمایید. روزنامه‌ای که سید جمال‌الدین اسدآبادی در پاریس منتشر میکرد چه نام داشت؟ میدونیم؟ بگو. اوربت الوسخا. زنده باد. گزینه 1 کاغذ اخبار، 2 اوربت الوسخا، 3 وقایع اتفاقیه، 4 سور اسرافیل. گزینه 2 اوربت الوسخا انتخاب آخر شده. بفرمایید. آفرین. سال 15 میلیونی، سال 8 از 15 بفرمایید. محل سلول‌های بنیادی در بدن انسان کجاست؟ گزینه 1 تحال، 2 تیموس، 3 مغز استخوان، 4 آپاندیس. تماس تلفنی برقرار شود. با برادر کوچکترم پزشک هستن ایشون. برادر کوچیکم پزشک هست. پزشک نمیشه ببخشید. دیگه برادر نداره. اون یکی هم دکتره. فرق نمیکنه. جفتشون پزشکن. اه واه. تخصصشون چیه؟ پزشک عمومی هستن. تصدیق کردم. اسم کوچیکش چیه؟ فرزان. فرزان. بله. فرزان جان سلام، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. سلام آقای گلزار. ما یک مورد اورژانسی داریم. فرزان جان بفرمایید در لحظه‌ای که ارتباط شما با فرهاد برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین کمکش کنین. سوال پزشکیه. حاضرین؟ در خدمتتون. بفرمایید خواهش. سلام داداش. محل سلول‌های بنیادی در بدن انسان کجاست؟ محل سلول‌های بنیادی در بدن انسان کجاست؟
تحال، تیموس، مغز استخوان، آپاندیس. 18 ثانیه. 12 ثانیه. مغز استخوان. دست شما درد. کجا فهمیدن؟ مغز استخوان. گزینه سه انتخاب آخر. بله. فهمید. سلولای بنیادی مادر تمامی سلولاست و توانایی تبدیل به همه سلولا رو داره. 15 میلیون بردی فرار. مشورت اجازه است؟ یه مشورت با پدر مادر محترم. دو تا گزینه اصلی کمکیشون رو استفاده کردن. منم تا جایی که تونستم کمک کردم. فقط گزینه حضار رو دارین. 15 میلیون تومان هم بردید. خداحافظی میکنم. دستور بالا اومد. من پدرم آقای گلزار، جدا از اینکه پدرم اصلا جایگاه پدری دارن، رفیق خیلی عزیزی هستن برام. سالهای سال برای ما و دوتا برادرام واقعا رفیق بودن بیشتر تا پدر. احترام گذاشتم همیشه بهشون، الانم کاملا احترام میذارم به نظرشون. از محضر شما مرخص میشم آقای زاد. برات مبارک باشه. میریم سراغ سه شرکت کننده ای که بیشترین پاسخ صحیح رو تا به این لحظه به سوالات دادن. خب شماره 197 شماره 214 شماره 37 همراهان عزیز، بینندگان گرامی، به پایان یک مسابقه دیگر مسابقات برنده باش رسیدیم. امیدوارم که شب یلدای خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. صله رحم یادتون نره، مطالعه فراموش نشه. شب بخیر، خدا نگهدار. امتیازی وارد مسابقه شدی؟ تقریبا نفر سوم شدم. هولوش امتیازم هم 1800 1700 من هولوش امتیاز بود. چون سوم شدین آه کشیدین؟ والا زحمت زیادی براش کشیدم. چون یک هفته نخوابیدم. یک هفته واقعا شبانه روز 23 ساعت برای زحمت کشیدم که حالا اینجا خدا رو شکر. ببینید، من تو این دو سه ماه گذشته که به خاطر برنامه برنده باش مطالعاتم چند برابر شد، شاید هفته نیم ساعتم مطالعه نمی‌کردم، الان شده به جرات هفته 10 ساعت، شاید هم بیشتر. بابت این قضیه خیلی ممنون از مسابقه برنده باش. با چه روی دوباره اومدی؟ خیلی پر رو. شوخی میکنم، امیدوارم که امشب موفق باشی. متشکرم. فکر کنی با چه عددی از مسابقه خارج میشی؟ من جرات کنم، همین برای مهمترین چیزه. برای زحمتی کشیدی، یعنی نسبت به دفعه قبل تفاوتی داشته؟ خیلی 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 متفاوت. چون من دفعه قبلی که شرکت کردم با یه 7-8 گوشی هم میشد به یه اپلیکیشن وصل شد، ولی الان من فقط تکی خودم این کارو کردم. فکر میکنید که امشب دست پر از اینجا میرید؟ تلاشمو میکنم و نقطه همون اول برسم دیگه، بعد از اونم دیگه هر چی پیش بیاد مشکلی نداره. اگر نرسید بازم مشکلی نداره. همین که اینجا هستم خودش یعنی برنده. توی چندین هزار نفر که توی این اپلیکیشن دارن مسابقه میدن، خیلی ها دوست دارن که به جای من باشن.
و خدا رو شکر من اینجا. آقای واحدی فرد جان، چند لحظه دیگه مسابقه شروع میشه. بله. استرس دارید؟ نه، چون بار دومم استرسم خیلی کم. خیلی تا الان نه، ولی فکر میکنم برم بالا دیگه استرس بگیرم. الانم پاهات داره میلرزه. پس دارم، خودم خبر ندارم. پس داری و خودت خبر ندارم. یه مقدار طبیعیه، مطمئنا دارم، اما امیدوارم استرس منفی نشه. این دفعه واقعا ندارم. فن اون دفعه هم دروغ گفت. نه اون دفعه واقعا داشتم، گفتم دارم. اون دفعه داشتی؟ آره گفتم. این دفعه نداری؟ نه. دفعه داشتم سکته میکردم. قول دادی؟ آره واقعا ندارم. شاید دروغی، من میفهمم اصلا. این خیاله. میدونی که سریع برمیگردی پایین و رفتم سه تومنه رو بگیرم اونجا، میگم انصراف میدم، میخوام جز افراد خاص این مسابقه باشم. من و همه همکارانم در مسابقه برنده باش شب یلدا رو به شما شاد باش میگیم و از اینجا برای ایرانیان سراسر جهان آرزوی طولانی ترین شادی ها و ماندگارترین نیکی ها رو داریم. به برنامه خودتون برنده باش خوش آمدید. یا علی اصلا ما مریضی نداریم، ما تیممون اجازه نداره سرما بخوره. پیشم میاد دیگه، به هر حال دیگه باید خیلی بهش توجه. من بچگی پدرم میاد داده گفته بدن تو ضعیف نکن. خیلی خوشحالم، مرسی، متشکرم. ما هم خیلی خوشحال شدیم، خیلی خوب بودی. تبریک میگم. متشکرم، عیدی خوبی بود شاید. ممنون از زحمات شما و همکارانتون. از خودت راضی بودی؟ آره، خیلی به اون صورت استرس نگرفتم. میتونستم ریسک کنم ادامه بدم، ولی 20 میلیون دیگه وسوسه‌ام کرد که انصراف بدم. دوباره حاضر تو مسابقه شرکت کنیم؟ آره، یه استراحتی بکنم دوباره ایشالا میام. خب تبریک میگم، تبریک میگم. بالاخره اتفاق خوبه برات افتاد. اینم کادوی شب یلدا از برنده باش. خدا رو شکر دست خالی نرفت. بله. خودت راضی بودی؟ خوب بود، خدا رو شکر. حاضری دوباره شرکت کنی؟ بله، الان دیگه. نمیدونم چرا اینجوری شد. نشد؟ نشد، خدا نخواست. آقا تبریکات ما رو بپرسید. دست دعای خیر شما و دقیقه این حال امام دار. دم شما گرم. بسیم آقا یه دونه. چطور؟ خیلی عالی بود، سوالا خیلی خوب بود، کمک ما به موقع استفاده کردن برعکس دفعه پیش. خیلی خوب بود. دای خیر پدر مادرم که تو سالن بودن انرژیشون فوق العاده به منتقل شد. آقای گلزارم که کمک خوشو کرد، خیلی عالی بود. دست همگی درد نکنه، خسته هم نباشید.